افغانستان وضعیت متزلزلی دارد و بیم آن می روید وارد یک جنگ داخلی تمام ایار شود زیرا سنی های تندروی طالبان با سرکوب و کشتار سعی در ایجاد رعب و وحشت در دل مردم داشتند. در همین حال این کشتارها حتی از طرف سازمان های به عنوان جنایت جنگی معرفی شده است. گزارش همکارم علی اکبری رو با هم می بینیم. سازمان اف بین میگوید که در ماه های منتهی به سقوط حکومت پیشین افغانستان خونریزیها ها و جنایت جنگی مکرری در این کشور صورت گرفته است در این گزارش به کشتار شیعیان هزاره در غزنی و دایکندی هم اشاره شده است اف بین ملل از دادگاه کیفری بین المللی خواسته که اتهامات جنایت جنگی در افغانستان را بررسی کند اف در گزارش تازه خود سنی های طالبان نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی حکومت سابق را مسئول آسیب به غیر نظامیان پیش از سقوط حکومت پیشین این کشور دانسته است در این گزارش همچنین آمده مردم افغانستان بیش از حد رنج کشیدند و قربانیان باید به عدالت دسترسی داشته و قرامت دریافت کنند سازمان اف بین از دادگاه کیفری بین المللی خواسته تا عمل کرده نیروهای آمریکایی و سربازان حکومت پیشین را نیز مانند رفتارهای خشونت آمیز عناصر طالبان در تحقیقات خود راجع به جرایم جنگی در افغانستان لحاظ کند گزارش تازه سازمان عفو بین تحت عنوان جنایت جنگی و آسیب به غیر نظامیان در جریان سقوط افغانستان به دست طالبان می گوید که شواهد تازه این نهاد نشان می دهد که برخلاف ادعای سرکردگان طالبان در مورد انتقال آرام قدرت به این گروه مردم افغانستان یک بار دیگر بهای های تحولات تازه را با خونشان پرداختند در این گزارش شکنجه اعدام فراغذایی و کشتار افراد توسط نیروهای طالبان در مراحل پایانی جنگ و همچنین تلفات غیر نظامیان در جریان حملات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغانستان و آمریکایی مستندسازی شده است. گزارش اف بین میگوید که جنگجویان طالبان در جریان تصرف ولسوالی ها در ماه های ژانویه و اگوست امسال اقلیت های قومی و مذهبی سربازان پیشین نیروهای امنیتی و کسانی را که طرفدار دولت تشخیص میدادند در حملات انتقام جیانه شکنجه کرده و به قتل می رسندند. سازمان اف بین الملل می گوید که هنوز ابعاد کامل کشتارها در سراسر افغانستان آشکار نشده زیرا عناصر طالبان در بسیاری مناطق خدمات مخابراتی را قطع یا خیلی محدود کرده بودند